یه راه خیلی راحت تری هم وجود داره به نسبت این اتفاق زجرآور ایونتس که هی شما دونه دونه تصاویر رو انتخاب بکنید، درگ بکنید تو اینها، کلی زمان ببره حالا آخر، و اون هم کیوردز هست. شما برای این کار حتما باید توی پرفرنسز این عنوان شو ادوانس تولز رو بزنید، وگرنه اصلا این کیوردز اینجا دیده نمیشه. من اینجا الان میزنم روشنش میکنم و حالا کیوردز اینجا میاد و حالا کیوردز میزنم و باز میکنم. یه دونه شما اوتو اپلای دارین که هر کلیپی اینجا انتخاب بکنید براش این عنوان کیورد رو اضافه میکنه و نسبت میده. حالا اصلا خود کیوردز چی هست؟ خود کیوردز میاد میگه که این عکس شما یا این فیلم شما یه اطلاعاتی اضافه بر خود فیلم شما میتونید بهش اضافه بکنید. به طور مثال این فیلم مال شبه، مال روزه، مال داخلیه، مال خارجیه، مال منظورم از داخلی و خارجی فضای داخل یه جای بسته است یا خارجی فضای بازه، آدم توش هستش نیستش، تصاویر جای مهمیه، خیلی از اینا شما خودتون میتونید اینجا اضافه بکنید به تصاویر. و اگر احیانا خودآموز آی فوتو ما رو دیده باشید، توی قسمت آی فوتو این بحث خیلی به صورت خیلی گسترده‌ای راجعش صحبت شد و حالا اینجا ما دقیقا همون کار رو میخوایم انجام بدیم منتها توی آی مووی. یه سری چیزای پیش‌فرض اینجا داره مثل کلوز اپ، لند اسکیپ، آوت دور، ایندور، واید انگل، پیپل، پتس. اگر دوست داشتید هر کدوم از اینا رو بهش نسبت بدید، با شورتکات 1 تا 7 میتونید این کار رو بکنید. به طور مثال این کلیپ رو انتخاب بکنید و حالا بعد بیایید 7 رو بزنید. اگر نه خودتون خواستید چیزی اینجا اضافه بکنید، میتونید بیایید اینجا کیورد، به طور مثال من ممکنه اینجا بخوام این تصویر رو انتخاب بکنم. حالا میام توی کیورد، بهش میگم که مثلا اینجا من یه کیورد دیگه میخوام اضافه بکنم که عنوان این کیورد استریت و پاریس هست. اینو من اینجا اضافه میکنم و حالا اگه من این کلیپ رو با این کلید روش کلیک و درگ بکنم، one or more keywords to apply، اینو میگه انتخاب بکن. شما از اینجا اگر انتخابش بکنید، حالا من اگه اینجا این قسمت رو سلکت بکنم، اینجا همونطور که می‌بینید یه خط آبی اضافه میشه، فقط اون قسمتی که شما سلکت کردید. اگر خواستید به کلش نسبت بدید، طبیعتاً با این ابزار کلش رو انتخاب میکنید و هم میتونید 8 رو بزنید همونطور که خاطرتون هست اینجا شورتکات 8 جلوی استریت پاریس بود، هم میتونید از خود این ابزار کیورد استفاده بکنید. چیز دیگه که اینجا وجود داره، مثلا ممکنه من ایفل رو بخوام اضافه بکنم. و حالا اینجا اد رو میزنم و ببخشت البته این یکی رو باید انتخاب میکردم و حالا ایفل رو میزدم، این یکی رو انتخاب میکنم و 9 هست ایفل، 9 رو میزنم. پایین تر باز دوباره این یکی کلیپ رو با کامند انتخاب میکنم، باز 9 و حالا همینطور میتونم این کار رو ادامه بدم. برای مثلا آرک دو ترایمف میتونم من بیام اینجا بزنم یک کلیپ رو، اول شما باید انتخاب بکنید آرک دو ترایمف، اد تو کلیپ و حالا باز همونطور که اینجا میبینید یه خط آبی به معنای اینکه این کلیپ یه همچین عنوانی داره رو بهش اضافه میکنه. شما اگر یه کلیپ هم انتخاب بکنید، میتونید اینجا با دابل کلیک کردن روی این عناوین اسمای اونها رو هم عوض بکنید. به طور مثال ممکنه این 8 اول یا این 7 اول چیزایی نباشن که شما به عنوان کیورد میخواید نسبت بدیم به عکساتون. مثلا من ممکنه اینجا بگم که به جای اینکه این اولی این دور باشه که داخلی هستش، ممکنه من اسمشو بذارم استریت، دومی رو ممکنه بذارم اپیک، از اونجایی که میدونم یه دونه تدوین یه خورده حماسی تر میخوام برای پاریس انجام بدم، ممکنه این شات رو، این کیورد رو هم نیاز داشته باشم. اینجا واید و کلوز اپ هم داریم، یا مثلا اینجا به جای لند اسکیپ من ممکنه بخوام از کیورد مثلا نوتردام استفاده کنم یا از پت به جاش مثلا شامز الیزه استفاده کنم. حالا مثلا خود این تصویری که ما اینجا داریم یه نمای خیلی بلند هست، این قسمت از اینجا به بعدش ممکنه یه مقدار شکل حماسی تری داشته باشه. من میتونم بیام اینجا اوتو اپلای رو انتخاب بکنم
بگم خب قسمت اپیک من یا قسمت یه انگار ممکنه حالت حماسی بیشتری داشته باشه یا تاریخی بیشتری داشته باشه از اینجاست تا فرزن تا اینجا. و حالا یه دونم نمای بسته دارم که نمای بسته خودمه، ممکنه بخوام از اینجا باشه تا اینجا و دیگه خود این کل این آرک هم میتونم انتخاب بکنم و حالا از اینجا رو براش انتخاب بکنم تا آخرش. حالا سه تا کیورد مختلف هم یه دونه کلیپ داره، یعنی هم آرک تریامف رو داره، هم کلوز آپ رو داره، هم اپیک رو داره، که خب هر کدوم از اونا جاشون متفاوت خواهد بود. اینجا هم باز ممکنه من همین کار رو بخوام انجام بدم، میتونم این کار رو برای همین انجام بدم، میام حالا اینجا توی فرزن موزه لوور ممکنه بگم خب اینجا هم حالا باز دوباره یه دونه نمای ممکنه اپیک دیگه داشته باشم یا نمای بسته ممکنه اینجا داشته باشم، دوباره کلوز آپ، حالا از اینجا کلوز آپ منه تا اینجا و دوباره از اینجاست مثلا تا اینجا و باز دوباره یه دونه دیگه از اینا ممکنه بجای پیپل هم بگم حالا اینجا میخوام ببخشید یه دونه کلیپ من بعد اول انتخاب بکنم بعد از این حرکت های محیر العقول انجام بدم، پیپل رو به لوور من تغییر میدم و حالا عبارت شیش من هم دیگه لوفر خواهد بود، من میتونم اینو انتخاب بکنم با کامند و حالا شیش باز دوباره همینطور الاخر کامند شیش و باز همینطور الاخر. شما همونطور که دیدید اگه از اوتو اپلای انتخاب بکنید یه ابزار به شما میده که میتونید اون جایی رو که میخواید کیورد بزنید، اگر خواستید از اینسپکتور میتونید استفاده بکنید که خب انتخاب بکنید با همین ابزار عادیتون و این شورتکات رو بزنید. اما چجوری میشه این کلیپ ها رو پیدا کرد؟ اگر شما این آیکون رو بزنید اینجا به شما یه سری عنوان میده که شما میتونید بگید خب حالا توی الان من این قسمت لوورم کلوزاپ آیا دارم یا ندارم، که شما میتونید بگید کلوزاپ میخوام داشته باشه. اگر شما این عنوان راستی که سبز هست رو بزنید میگید همه تصاویری که کلوزاپ داره رو نشون من بده، اگر این چپیه رو که قرمز بزنید میگید همه اونایی که کلوزاپ ندارن رو نشون من بده. این توی کار تدوین خیلی خیلی ممکنه به درد بخوره، توی فاینال کات پرو ایکس هم ما داریم این عنوان رو. دقیقا در مورد خود این عنوان هم باز به همین شکل هست، من میتونم بگم خب حالا موزه لووری که توش کلوزاپ هم داشته باشم طبیعتا انتخاب نکردم هیچ کدومشون رو، اگر من بیام اینجا به طور مثال اصلا اینم وردارم اینم ببندم و بگم حالا این یکی هم لوور هم کلوزاپ داره، دوباره اگر بیام اینجا میتونم بگم تصاویری که هم تو لوورن هم کلوزاپ هستن که خب این دوتا رو بر من سوا میکنه. این خیلی 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 راحت تر هست به نسبت این که شما بخواییم بیاین تمام اینا رو طبقه بندی بکنید بذارید توی ایونت های مختلف، این کاری که من اینجا انجام دادم برای اینکه شما ببینید چقدر پروسه دنگ و فنگداریه. و از طرفی شما با یه سویچ خیلی راحت مثلا اگر بیای توی این قسمت ایفل شما میبینید تمام کیورد هاتون رو اینجا نشون میده، میتونید ببینید کدوماش استریت کدوماش ایفل و اگه احیانا کیورد های دیگه ای هم بهشون نسبت بدید باز اونها رو هم اینجا میتونید ببینید. همونطور که خاطرتون هست من ممکنه مثلا این مجسمه که اینجا هست رو بخوام دوباره کیورد رو باز بکنم بیام بگم اپیک و حالا از دوباره اینجاش انتخابش هم نکردم از اینجا اپیک هست تا مثال اینجا و خب حالا طبیعتا اینجا الان به من باز دوباره یه اپیک هم نشون میده. اگر بخوام میتونم بگم تمام تصاویر اپیک من رو بر من جدا کن. طبیعتا این کار خیلی 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 راحت تر و خیلی خیلی سریع تر هست به نسبت جدا کردن اونها و گذاشتنشون توی ایونت های متفاوت.